علیرضا پهلوی زاده 8 اردیبهشت 1345 در گذشته 14 دی 1389 که تا پیش از انقلاب با عنوان سلطنتی والا حضرت شاهپور علیرضا پهلوی از او نام برده می شد، فرزند سوم محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح دیبا بود. پدر و مادرش نامش را به یاد عموی درگذشتهش علیرضا گذاشتند. بنابر قانون اساسی مشروطه، علیرضا پهلوی نفر دوم در خط جانشینی سلطنت دودمان پهلوی پس از برادر بزرگترش رضا پهلوی بود. با این وجود وی فعالیت سیاسی نداشت. علیرضا پهلوی پیش از انقلاب به دبستان رازی تهران و مدرسه دربار رفت. در سال 1367 از دانشگاه پرینستون در رشته موسیقی مدرک کارشناسی گرفت و سپس موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته ایران شناسی پیش از اسلام از دانشگاه کلمبیا شد. وی سپس در رشته زبانهای باستانی ایران و فلسفه در دانشگاه هاروارد برای کسب مدرک دکترا به مطالعه پرداخت. علیرضا پهلوی به پژوهش در رشته تاریخ باستانی ایران علاقه داشت. او همچنین به شعر کهن فارسی و ادبیات معاصر ایران علاقه‌مند بود. از دیگر علایق شاهپور علیرضا پهلوی چتر بازی، پرواز و غواصی گفته شده است. به گفته فرهنگ مهر، رئیس دانشگاه پهلوی و از نزدیکان علیرضا پهلوی، وی ردیف‌های موسیقی ایرانی را خوب می‌دانست و در تنهایی فلوت می‌نواخت. به گفته رضا پهلوی، علیرضا استعداد بی‌نظیری در تقلید صدا داشت. زمانی که انقلاب روی داد، علیرضا 12 سال داشت. عدم امکان بازگشتش به کشور، آوارگی خانواده و بیماری و مرگ پدرش که به او وابستگی عاطفی عمیقی داشت و همچنین مرگ خواهرش لیلا او را دچار افسردگی شدیدی کرد و هرگز نتوانست از آن رهایی یابد. در 14 دی 1389 خورشیدی علیرضا در منزل شخصیش در خیابان نیوتن غربی در محله ساوت اند بوستون به ضرب گلوله به زندگی خود پایان داد. وی در هنگام مرگ تنها 44 سال داشت. علیرضا پهلوی وصیت کرده بود جسدش سوزانده شود و خاکسترش به یاد ایام خوش دوران کودکی در شمال به دریای خزر ریخته شود. رضا پهلوی برادر ارشد علیرضا خودکشی او را نتیجه فاجعه بار ابتلا به بیماری افسردگی توصیف کرد. وی گفت که علیرضا سالها با بیماری افسردگی دست به گریبان بوده، در حالی که همزمان به تحصیل و تحقیق در زمینه زبان شناسی و تمدن و فرهنگ باستانی ایران ادامه می داده است. محسن مخملباف، کارگردان معروف، در نامه تسلیتی خطاب به شهبانو فرح پهلوی نوشته بود: دختری که در روز عروسیش پرندگان را از قفس آزاد کرد، امروز پرنده دیگرش از قفس آزاد شد. احسان یار شاطر،
جیمز راسل، حمید دهباشی و هکتور شرو از جمله استادان ایران شناسی علیرضا پهلوی در دانشگاه‌های کلمبیا و هاروارد بودند. تز دکترای علیرضا پهلوی متنی به زبان پهلوی به نام مینوی خرد نام داشت که هرگز به پایان نرسید. 6 ماه پس از درگذشت علیرضا، خانواده پهلوی اعلام کردند که فرزند دختری از او به جا مانده که پس از درگذشت علیرضا متولد شده است. نام شریک زندگی و مادر فرزند شاپور علیرضا رها دیده‌ور و نام دخترش ایریانا لیلا پهلوی اعلام شد. در 5 اوت 2011 دفتر رضا پهلوی این موضوع را در بیانیه‌ای تایید کرد. بنیاد شاهپور علیرضا در زمینه مطالعات ایران شناسی در دانشگاه هاروارد برای کمک به هزینه تحصیلی سالیانه برای دانشجویان ایرانی یا ایرانی تبار به یاد علیرضا پهلوی که خود از دانش آموختگان رشته ایران شناسی دانشگاه هاروارد بود، از سوی فرح پهلوی تأسیس شد.